اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی: یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولای که یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. آیه ای که اول صحبتم خوندم آیه 71 از سوره اسراء و آیه دارد ما رو تشویق میکنه به این که با امامتون، ملاحظه کنید با چه کسی، با امامتون باشید. امامتون کیه؟ روز قیامت هر انسانی رو با امامش صدا میزنی، یعنی امام و حجت الهی پیروان خودشون رو در کنار خودشون دارن. طبیعیه که شما که امام زمان علیه السلام امامتون هستن با همون بزرگوار صدا میزنن، محشور با اون حضرت هستید. چطور میشه یک کسی امامش امام حق است، مقابلش هم داریم کسانی که امامشون امام باطلن و جریان کربلا یکی از پیامهاش همینه. کیا بودن با امام حسین علیه السلام و همراه اون حضرت بودن؟ اما سه گروه دیگه اون زمان وجود داشت. یه گروه کسانی بودن که مقابل امام ایستاده بودن، یزید و ابن زیاد و لشکریانش. گروه دوم کسانی بودند که به قول خودشون بی‌طرف بودن. اما این که میگم به قول خودشون، چون ما بی‌طرف اینطوری نداریم. اون که بی‌طرف است طرف باطله. رهبر معظم انقلاب یه موقعی این حدیث نهج البلاغه رو خیلی زیبا اینطوری معنا کردن: کن فلفتنته کبن لبون. تو فتنه هیچی کمک به مخالفین نده، مثل بچه شطور دو ساله باش. لا ظهرون فیور کب ولا زرع فیحلب. شطور دو ساله نه هنوز قوای بدنیش مستحکمه که کسی سوارش بتونه بشه و نه شیر داره که شیرش دوشیده بشه. خب اینو رهبر معظم حدیث رو خوندن که در فتنه مواظب باشید، هیچ کمکی به مخالفین به فتنگران نکنید. بعدشون فهمدن سکوت یک نوع کمک به فتنگرانه. بعضی ها فکر میکنند وقتی سکوت کردن خودشون رو از معرکه کنار کشیدن. اتفاقا دشمن همین رو میخواد. دشمن میگه یا همراه من باشید یا حداقل سکوت کنید تا من بتونم جلو برم و اسلام از بین ببرم. لذا اون کسی که مقابل فتنه‌گره ساکت نیست. اون که ساکته مقابل فتنه‌گر نیست، اون جاده رو رها کرده. لذا خود این یه نوع کمک میشه. تنها کسانی مقابل با فتنه‌گرانن که موضع میگیرن، سخن دارن و خود اهل بیت علیه السلام معیار ما هستند. آیا اونا تو فتنه بی طرف بودن یا طرف حق رو می گرفتن؟
امام امیر المومنین علیه السلام خط دارن، امروز میگیم خطوط قرمز، یعنی یه جایی هست که دیگه ما نباید عقب نشینی بکنیم، و عقب نشین نکردن یه معناش اینه که ساکت نباشیم و دفاع از حق بکنیم مگر به مانع برخورد بکنه. اونجایی که مانع اومد بحث دیگری است، اما این که تو مانع نیست حرکت نکنیم نه. لذا روز عاشورا گروه اول که مخالفین بودن، اما گروه دوم کسانی بودن که وقتی امام شب هشتم ذیحجه فرمودند فردا من حرکت میکنم، هر کس آماده لقاء الله با من حرکت بکنه، بی طرف ها وایسادن، حرکت هم را امام نکردن. به ظاهرم حرفشون قشنگ بود، گفتن میخوایم حج انجام بدیم، اما حجی بود که داشتن از امام زمانشون فاصله میگرفتن. این بیطرفی نیست، خداشون میگن ما بیطرفیم، نمیخوام کربلا شرکت بکنیم، اما چرا خود امام حرکت دارن میکنن؟ معیار ما امامه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روز ما هر کسی با امامش صدا میزنیم. این گروه دوم اینایی بودن همراه امام نیومدن، و امروز هم تو کشور ما هستن کسانی که چه بسا اهل نمازن، روزه میگیره، اما همراه ولی فقیه نیست. تو فتنه میگه ما نه این وریم نه اون وریم، ساکت میشیم. نه، خود سکوت یک نوع کمک به دشمنه، یک نوع جاده رو رها کردن، خالی کردن صحنه است، و خالی کردن دشمن همین رو میخواد، کسی مانعش نباشه حرکت کنه بیاد جلو. گروه سوم و چهارم کسانی بودند که همراه امام اومدن، اما گروه سوم شب عاشورا بلند شدن برگشتن و گروه چهارم موندن. این سه و چهار اینا همه انسانهایی بودن متدین، متشرع، منتها فرق سه و چهار این بود گروه سه رو تکلیف، رو واجب میگفتن ما باید برویم، اگه نرویم جهنمه، ما بیعت کردیم با امام زمانمون از جان او دفاع بکنیم، چون واجب است باید بریم. این گروه سه این بوده. امام شب عاشورا این گروه ها ازشون التماس دعا گفتن که بلند شید برید، خیلی با یه بیان ساده و مستدل فرمودن دشمن با من کار داره، با شما کار نداره، موندن شما هیچ تأثیری تو نجات من نداره، حالا جانتون رو فدا بکنید یا نکنید دشمن من رو خواهد کش. بعدم فهمدن من بیعتم از شما برداشتم، یعنی دیگه واجب نیست بمونید، روز قیامت هیچ مسئولیتی ندارید. در ضمن من سرمم پایین میاندازم، نگاهتونم نمی کنم، یا کسی نگه من خجالت کشیدم از نگاه امام. شبم از تاریکه، حرکت بکنید دشمن جلوتونه نمیگیره، میتونید برید. این گروه سومی ها پاشدن رفت، و گروه چهارمی ها گروهی بودن که تعدادشون خیلی کم بود. اونا کسانی بودن که با اختیار خودشون که حالا موندن، اما نه به اجبار وجوب، وجوب دیگه در کار نبود، بلکه جاذبه لقاء الله، شهادت، اینا رو نگه داشته بود اونجا. اینا این گروهی هستن، همیشه هم هستن، الان هم کشور ما زیادن، و رهبر معظم امیدشون به چنین جوانهای این چنینی است. همین کسانی که الان
از جان میگذرن، حرکت میکنن تو دفاع. حرم سوریه اونجا میرن، گاهی عراق میرن، این طرف اون طرف، براشون مرز وجود نداره. و به تعبیر آیه 23 سوره احزاب، و منهم من ینتظر، بعضی رفتن به شهادت رسن، بعضی هم تو منتظرن. و ما بدلو تبدیلا، و اینا هیچ وقت مسیر رو تبدیل نمی کنن به مسیر دیگه. مسیرشون مسیر لقاء الله، و تو این راه هرگاه لازم بشه جانشون را میدن. این پیام عاشورا برای ماست برادران و خواهران. الان امام زمان علیه السلام بیان، ما جزء کدوم یکی از این چهار گروهیم؟ انشاءالله جزء گروه اول که نیستیم که مقابل امام بیستیم، این که نه، اما باید مواظب باشیم. گروه دو ساکتین، کسانی که انو آماده نیستن جانشون رو بدن، ولو به اونا گفته بشه واجب سان، یه توجیهی میکنه، یه نه این طرف هم نه اون طرف، ما خودمون رو میکشیم کنار به یه بهانه. ما که نمیدونیم چیه، ما که کار داریم، با فلانی من وعده کردم، مزرعه چیه، کارخونه هم چینه، بدهکار به فلانی هم، بلا یه بهانه هایی میترشیم. و گروه دو اینا بودن. امام سریعا فرمودن من کان باذلن فینا مهجته، مهجه اون خون تمیز و پاک جگر رو میگن، و نه هر کس بذل کننده خونش در راه ماست. من کان باذلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه، هر کس خودشو مهیا کرده، وطن گزیده است، اما وطنش اصفهان نیست، وطنش کجاست؟ علی لقاء الله، خودشو آماده کرده اونجا وطن بگزیند. ما داریم میریم اونجا. مبتلا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، حرکت کنه با ما. فإني راحل مصبحا ان شاء الله، من فردا صبح ان شاء الله حرکت میکنم. وقتی امام زمان علیه السلام میان، ان شاء الله ما جزء گروه دو نباشیم، ساکت حرکت کنیم. اون وقت که خیلی خوب دقت بکنیم، یا جزء گروه سه هستیم یا چهار. گروه سه هم خیلی مهمه که به خاطر وجوب بگه چون واجبه تکلیف رو گردنمه، من تا پای جان دیگه میستم. مثل کسی که میگه چون واجبه است من روزه رو میگیرم، اگه واجب نبود نمیگرفتم، اما چون واجب میگیرم. حالا اون روزه جان دادن نیست، دارم مثال میزنم. بعضی اصلا تو همون روزه رفوزه میشن، هوا گرم میشه آب آبندت میخوره. این نمیتونه جز یاران امام زمان علیه السلام باشه، یه عقب نشینی دارد میکنه. صبح راحت میخوابه، نمازش قضا میشه، نسبت به پدر و مادرش احترام نمیذاره، توهین میکنه، نسبت به همسرش، خانم، شوهرش حقشو ضایع میکنه، گاهی داد فریاد. نه، این نمیتونه. اینا کم میارن. دستورات دین مشخصه. اینکه من بیام اینجا برای شما صحبت بکنم، یه لباس روحانی هم بپوشم، اما اخلاقم اخلاق خوب نباشه، معیار اون اخلاقه. اینکه جلو شما بگم متشکر و مخلصیم، اما تو خونه که ترس از آبرو ندارم، اونجا داد فریاد، نه، نمیشه اینطوری. بعدم گم اللهم عجل ولی یکل فرج. خب آقا بیان، من جز گروه یک و دو هستم، با این اخلاقی که دارم
یا گروه یکم که مقابل امام زمان و اسلام واجبم رو ترک کردن، یا جز گروه دو هم ساکت میگم من که آمادگی ندارم. اما گروه سه و چهار اونا زحمت کشیدن، نه تو اون لحظه، نه 10 سال 20 سال 50 سال داره زحمت میکشه، خودشو آماده کرده. مثل نافع یکی از شهدای کربلا، این جوانه، جوانیست که در زمان امیرالمومنین علیه السلام میگه تیراندازی اون موقع من خیلی تمرین کرده بود که خیلی خوب دقیق تیر رو به هدف میزد، اما وقتی جریان کربلا رو شنید و شهدای کربلا رو، عشق به شهادت هم تو وجودش بود، دعا میکرد خدایا من سالم بمونم تا اون زمان. امیرالمومنین علیه السلام سال 40 هجری به شهادت رسیدن، این نافع هم تو دل شور کربلا بود، آیا سالم هستم تا اون زمان یا نه. 10 سال با امام مجتبی علیه السلام بود. بعد از شهادت اون حضرت دورم دور تو دلش با امام حسین علیه السلام بود، نمیدونست که آقا حرکت میکنه، اما ابزارش آماده کرده بود، 70 تا تیر آماده کرده، مرتب تیراندازی میکرد که نشاناش دقیق باشه، شمشیر آماده کرده بود، اسب، اینا به مرور ابزار جنگی همه رو آماده کرده بود. تا وقتی امام فرمودن فلیرحل معنا، هر که آماده است بیاد، حرکت کرد. یه از اونایی نبود که بگه اگه واجب بود میام، اگه واجب نبود بر میگردم. لذا شب عاشورا نافع ایستاده بود، یه عده زیادی پاشودن رفتن بعد از سخنرانی امام، اما یه عده نشسته بودن، 70 خورده نفر، یک شامین نافع، این جوان رشید عاشق خدا. بعد که امام رفتن تو خیمه، این نافع احتیاطاً دور خیمه ایستاده بود محافظت میکرد، میگفت یک دشمن شبیخون نزنه. امام سحر از خیمه اون بیرون اومدن تو تاریکی، گفتن نافع شما هستی؟ گفت بله. فهمدن نمیخواستی بری؟ خیلی ها رفتن. گفت ها کجا برم من یه عمری چند ساله آرزوی امشب و فردا رو میکشنم. و شروع کرد اظهار علاقه به امام بکن، گفت ها من منتظر امشب فردا بوده، کجا برم؟ وقت امام وقتی اظهار عشق او رو دیدن، فرمودن پس دنبال من بیا، من بهت میگم فردا اینجا چه خبر میشه. آوردندش مقدار جلو، جلوتر از خیمه ها، یه جلو نشوندن، گفتن اینجا علی اصغر من سلام الله علیه اینجا رو دست من به شهادت میرسه. حالا کنار خیمه بوده، یه مقدار با فاصله، یه جا رو نشون دادن، گفتن اینجا حضرت قاسم علیه السلام. یه جا رو هم نافع میگن امام خیلی گریه کردن، اونجا جایی بود که گفتن علی اکبر من فردا اینجا به شهادت میرس. سخته برای من بیان این صحبت ها، سخته به دلیل اینکه اهلش نیستم. بعضی صحبت ها انسان خودشو آماده میکنه، این گونه صحبت ها چون فوق درک خودم هست، اصلا ما نمیفهمیم شهدا تو چه مراحلی هستن، چی هن؟ چون نمیفهمیم یه مقدار بیانش بر ما سخته، اما این که بیان میکنم برای اینه که شما هم دعا کنید برای ما، ما هم برای شما، همه به هم دیگه دعا کنیم. یکی از شهدای مدافع حرم بچه ای دارد به نام حسین، 5-6 سالشه، وقتی رفته سوریه از اونجا نامه نوشته، وصیت نامه شو، من وصیت نامه شو خوندم،
تو وصیت نامش نوشته حسین. حالا به خیلی ها وصیت کرده از جمله به پسرش، میگه حسین من وقتی میخواستم خداحافظی بکنم تو در خونه اومدی دنبال من، هر کاری کردم یه لبخند تو چهره من بزنی نخندیدی. حالا هر وقت خبر شهادت من بهت رسید یه لبخندی بزن تا من از عالم عرش نظارگر خنده تو باشم. ببینید یه پدر لبخند فرزندش رو میخواد، هنگام خداحافظیه، هرچه او رو میخندونده، این بچه نمیخندیده، بچه نگرانه. پدر هم علاقمند به فرزندشه، هیچ وقت پشت به او که نکرده، اما عشق به شهادت چه میکنه، سراسر وجودش جاذبه جای دیگه هست، لذا حرکت میکنه. بچهش نمیخنده در نهایت، اما خداحافظی میکنه میره. ما از این نمونه خیلی داشتیم، شهدایی که پدر داشتن مادر داشتن اما گویا پدر و مادر نداشتن، زن فرزند داشتن اما گویا زن و فرزندی نداشتن، علاقه داشتند و گویا علاقه نداشتن، دنیا داشتند و دنیا نداشتن، مدرک داشتند و مدرک نداشتن. اینا جسمشون تو دنیا بود و دل کنده از دنیا. این گروه 3 و 4 اینه که همراه امام حسین علیه السلام اومدن. ما همون جز گروه 3 باشیم خوبه، جز همون گروه باشیم، بگیم چون واجبه دیگه بریم. اما نکته ای که میخوام امروز بیانشو بگویم در این شب و امروز کشورمان، فقط تو این جلسه نمیخوام بگم، کلا باید بدونیم حال و هوای کشورمون الان چیه. عزیزان تو زمان فتنه انسان باید نگاهش به رهبر باشه، ولی راهو گم میکنه. ابن زیاد ادعا میکرد، قبلش بگم معاویه و امرئاس، یه مقدار بریم عقبتر، تو جنگ صفین مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادن، یه عده میگن ما نمیدونیم حق با کیه. اه چطور نمیدونی حق با کیه؟ ما میگیم چطور نمیدونی، اما اون زمان اینطوری بود، چون مقابلشون کفار نبودن، معاویه امرئاس اونم ادعا میکنن ما نماز میخونیم، وای مثلا نماز میخونن، حالا گاهی با شراب میخونن، وای مثلا نماز کار ندارم نماز باطل، اما ظواهر رو رعایت میکنن، میگفتن ما قرآن رو قبول داریم. لذا یه عده‌ای به نام خوارج پیدا شدن مقابل امام شمشیر کشیدن، گفتن چرا جنگ میکنه. والوزن یومئذ الحق، قرآن میفرماد وزن در روز قیامت حق است. این ترجمه درست نبود، قرآن هم همین تو ترجمه کرده، حالا میخوام ترجمه شو تصحیح بکنم ببینید چی میشه. اگه الف و لام نداشت بله این ترجمه درست بود، والوزن یومئذ حق، خبر باید نکره باشه. ببینید در هر وزنی وقتی ما یه چه وزن کنن 3 تا چیز هست، یکی این طرف ترازو سنگ میذارن، این سنگ رو میگن وزن، این طرف ترازو موزون، اون چیزی که میخواد کشیده بشه، مثلا برنج، گندم، نخود، این طرف اینا میگن موزون، و سوم مجموع وزن و موزون خود ترازو، ترازو رو میگن میزان. 3 تا چیز ما میخواییم. قرآن داره میفرماد روز قیامت وزن
یعنی اون سنگ اون طرف خود حقه. یه الف ولام آورده میگن اون حقی که معهوده. حالا سروران عزیز خودم میدونن من اشاره به الف ولام عهد دارم میکنم که یکی از اقسام الف ولام تعریفه. میگه وزن در اون روز خود حقه، نه وزن کردن حقه. این ترجمه ها میگن وزن کردن حقه، یعنی حتما وزن میکنن. قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه اون چیزی که این طرف میذارن حق است، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. خوب دقت کنید، سنگ نیست، خود اون حقی که میدانید علی مع الحق و الحق مع علی، او این طرفه و این طرف ترازو من و شما رو با حق میسنجن. لذا اون شد میزان اعمال. امیر المومنین علیه السلام میشن ابوالقاسم. یک کسی سوال کرد از امام صادق علیه السلام یعنی چه ابوالقاسم؟ پیغمبر رو چرا میگن ابوالقاسم؟ فرمودن چون پسرشون قاسم بود که از دار دنیا رفت. گفت نه، چیز دیگه میخواستم بالاتر از این. پیغمبر ابوالقاسم غیر از این که پسرشون قاسمه، فرمودن چون امیر المومنین علیه السلام قسمت کننده بهشت و جهنمه و پیغمبر پدر او محسوب میشن، پس پیغمبر رو فهمدن ابوالقاسم. والوزن یومئذن الحق، اون روز اینه. اینا مردم نمیدونستن که بگن امیر المومنین علیه السلام کجاست، اون حقه. اگه این طرف حق این وره، اگه اون وره اونجاست. چون اینا نمیدونه استاده میگه من نمیدونم حق با اینه یا با معاویه است. یعنی چقدر فاصله است. یه کسایی هم مثل حسن بصری که خودشونو بی‌طرف اعلام میکنن. گفتم بی‌طرف ما نداریم، کسی سکوت بکنه این مقابل امیرالمومنین علیه السلامه. ما تو نه مقابلی که داره جنگ میکنه، داره کمک به دشمن میکنه. دشمن همینه میخواد که یه عده بشینن تو خونه هاشون چی نگن تا او بتونه با امام جنگ بکنه. اما امام تو خونه نمی نشینه. امام حسین علیه السلام هم این اگه میخوایم راه و گم نکنیم و روز قیامت با امام زمانمون محشور بشیم، نگاهمون به ولی خدا باید باشه. آیه 71 سوره اسراء فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت هر گروه از مردم با امامشون اینا رو صدا میزنیم. نفرمود یوم ندعو کل اناس به کتابهم. میتونست اینو بگه خود قرآن، بگه روز قیامت هر کی زیر چتر قرآن جمع میشه، زیر چتر قرآن. خب اگه اینو میگفت وقت داعشیا و تکفیریا و هر ضد امیرالمومنین هر کی بود همه میگفتن ما هم هستیم، ما هم قرآن رو قبول داریم. نه، قرآن اینو نمیگه. این آیه 71 خوب بیان میکنه، میگه ما مردم رو با امام و رهبرشون. و اینو بدونید تو فتنه اونایی که از امام فاصله میگیرن راه و گم میکنن. در آیه 200 سوره آل عمران میگه رابطه داشته باشید با امامتون، رابطو امامکم المنتظر. اما در آیه 119 توبه میگه دائما یه لحظه جدا نشو، هی مرتب نگاه کن. مثل اینه که خط میخوام بنویسن چیکار میکنه؟ مرتب رو تخته رو نگاه میکنه، میدید استاد چطوری نوشته، این نگاه میکنه تطبیق میدید به خط خودش. ولی اون قوانین کلی تو ذهنشه، اون قوانین کلی الان به دردش نمیخوره. قانون کلی بلده که مثلا کاف و چوری بنویسه، میم و چوری بنویسه، اون قانون کلیه. قرآن هم همینه. اگه میخوایم راهو گم نکنیم یا زیر چتر و امرواس در نیاییم، چون امرواس هم قرآن گرفت بالا دیگه، اگه میخوایم قاطی نکنیم
امام، امام میشن حق. گفتن با امامتون رفتارتون رو با او تطبیق بدید برید جلو. و تو طول تاریخ هر کس از امامش فاصله گرفت اشتباه کرد. حالا یا حسن بصری ها بودن که نشستن تو خونه یه توجیه هم کردن گفتن ما بیطرفیم اما رفتن جهنم، و یا کسانی بودن که مقابل امام وایسان شریح قاضی ها به خیال خودشون گفت من نمیخوام کمک به دشمن بکنم، دشمن اومد سراغش، مگه میتونه بی تفاوت باشه؟ دشمن اومد سراغش، باید خون امام رو بنویسی که مهدور، باید بنویسی ولی خون خودتون میریزی. یه آدم ضعیف الایمان مثل شریح برای حفظ جان خودش که چند رو دیگه زنده باشه برداشت نوشت که امام حسین علیه السلام چون خروج کرده است بر یزید باید کشته بشه. کجا؟ چی شد؟ حالا میبینیم قرآن میگه ما شما رو با امامتون صدا میزنیم، نگفت با قرآن، نگفت با کتاب، میگه با امامتون. ببینید رهبرتون آسمانیست یا رهبرتون طاغوتیست. من دیگه عرضم تمام شد، خیلی چیز تو ذهنم دور میزنه، اگه شما هم الحمدلله دارید دقت میکنید، دقت شما ما رو تشویق میکنه به حرف زدن. اما گفتم خیلی سخته این گونه صحبت کردن ها، برای ما سخته، لذا ازتون تقاضا میکنم دعا کنید که فقط حرف نباشه، لما تقولون ما لا تفعلون نباشه، یا سرفکنده نباشیم جلوی امام زمانمون، کم نیاریم، محکم بایست. این نیاز به دعای شما رو داریم. اصحاب امام حسین علیه السلام از یکدیگه سبقت میگرفتن. الله اکبر، اینا کی بودن؟ چی بودن؟ چطور دیگه نظیرشون نیست؟ از قبل خودش آماده کرده. کیان اینا؟ زهیر کیه؟ این کسیه که یه زمانی همین زهیر ابن قین مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بود. همین زهیر حالا یه نمونشه. چرا؟ اون موقع نمیشناخت امامو. معاویه و اطرافیاش هم تحریک کردن که عثمان مظلومانه کشته شد و به دروغ میگفتن امام این کاری کردن، یه فتنه ای درست کردن، همین زهیر فریب خورد. اما چیزی نگذشت، یواش یواش حقانیت امام رو فهمید، غبار فتنه ها رفت کنار، دید داره تو میدان کی بازی میکنه، اومد این طرف. تو صلح امام حسن علیه السلام دیگه کاملا حق رو فهمید، معاویه رو شناخت، و این همون کسیه که دیگه آماده شد تو جریان کربلا. میبینید چه رشادتی از خودش نشون داده. اینا همه درس برای ماست. اون که امامش رو دید و شناخت و همراه امام شد، این راه نجات رو داره. روز قیامت هم صداش میدن میگن بیا کنار امامه. یا لیتنا کننا معک، تو روایت داره اینه که این لفظ رو میگن، اینا تو مسیر امام حسین علیه السلام قرار میگیرن، روز قیامت با امام حسین علیه السلام میشه، چون آرزو داره، نه آرزوی زبونی ها، نه حقیقتا اگه اون زمان بود وای میساد با تمام وجودش دفاع میکن. و فرمود اگه این تو هستی این ذکر رو بگو، تو ثواب شهدای کربلا سهیم هستی. یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما.
عصر عاشورا امام یه نگاهی به اصحاب و یارانشون کردم، یاران با وفایم، اصحاب شجاعم، مالی انادیکم فلا تجیبونی، چه شده از شما رو صدا میزنم، جواب من قریب و نمیدهیم.